سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله تروریستی پارسال به مجلس و حرم امام خمینی با تناقض‌گویی های متهم ردیف دوم به پایان رسید. الف سات که به گفته قاضی صلواتی مقدمات سفر به تهران را برای عاملان اصلی حمله فراهم کرده در دفاعیتش گفته میدانسته برادرش عضو داعش بوده اما فکر میکرده که بعد از آمدن به ایران خودش را معرفی میکند. الف سات گفته سلاح‌ها و مهماتی را هم که برادرش وارد ایران کرده برای فروش بوده چون به پولش احتیاج داشته. متهم ردیف دوم با این حال اعتراف کرده که 20 روز تروریست‌های داعشی و مهمات را مخفی و برای آنها گلوله توپ هم تهیه کرده. از انگشترهای خونیش از ساعتش ما شناسایی کردیم که برادرمون هست. شما یه رگ بار زدید، دو رگ بار زدید، 50 تیر زدید. چرا چهره این جوان را چنان متلاشی کردید با رگبار؟ چنان متلاشی کردید که 3 ساعت از روی این انگشتر و ساعت شناسایی کرد خانوادش. من که اخبار رو نگاه کردم فهمیدم همچین اتفاقی افتاده. خب رفتم پیشش گفتم همچین چیزی اتفاق افتاده. گفت منم اونم طبعا خیلی ترسیده بود چون اونم خبر داشت. دیگه گفتم چون من با موقعی که اتفاقم افتاد دوباره حرفات متناقضه. شما و امیر تیم ترور معرفی میکنی جهت پشتیبانی و همکاری، بعدن وقتی اخباری میشه میری به اونا میگی که چی شده؟ پس میدانستی که این 2 نفر به تیم ترور وصف شده؟ به گفته که قاضی صلواتی از محل دستگیری این فرد 2 قبضه اسلحه کمری، 2 خشاب و تعدادی گوشی تلفن، دوربین عکاسی، حافظه جانبی، کمربند انتحاری، 11 میلیون پول نقد، 958 دلار آمریکا و 5000 دینار عراقی و سیم کارت کشف شده. ادامه رسیدگی به پروندگی متهمان به روز شنبه موکول شد.